با نام یاد خدای پاک، محسنین عزیز گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. آرزومند و صحتمند و تندرست باشید. به جلسه هفتم مضمون حشرات و کناهای مزرعه نباتات مزروعی بنده وزیر احمد دوست محمدی شما خوبان را خوش آمدید میگویم. خوبان گرامی، پیرامون پرزنتشن امروز میخواهیم به ادامه جلسه قبلی و در آخرین جلسه پیرامون آفات مهم گندم به ارتباط ترپس و شبشک سبز غلات خدمت شما صحبت خواهیم داشت. دوستان گرامی، میپردازیم به فهرست مطالب در پرزنتشن هازا. به ابتدا میخواهیم پیرامون ترپس گندم، ای که ترپس گندم چی هست، چی نوع حشره است و چی نوع خساره اقتصادی وارد میکنه صحبت کنیم. دوران حیات و کنترل همه جانبه خود ترپس گندم چی هست به اصطلاح. در عنوان سوم، شبشک سبز غلات و شبشک روسی گندم چی نوع حشره است. و در عنوان چهارم، کنترل همه جانبه شبشک های گندم یا شبشک های نباتی خود که به اصطلاح گندم تحت تاثیر قرار میاره، از چی به اصطلاح کدام بخش ها شامل میشه. ابتدا میپردازیم پیرامون ترپس گندم. محصلین گرامی، خود ترپس با نام علمی هاپلو ترپس تریتیسی مربوط به فامیلی فالوترایپیدیا و ردیف تایسونپترا می باشد. این حشره کم و بیش در اکثر نقاط کشور ما موجود بوده، ولی به طور وافر در مرکز کشور، این در کابل، هلمند، فرا، پروان و ننگرهار به اصطلاح شیوع داره. دوستای گرامی، پیرامون ترپس تایسونپترا یک آردر یا ردیف است که شما در مبادیل معشرات نباتی پیرامون از آموخته میانه به معنی حاشیه دار باران که نوع استاله از بین تدریجی و مکمل است و نوع دهن از اینا ساینده است که بهترین مثال از این آردر یا ردیف خود ترپس است. ترپس در کنار از اینکه انواع مضر داره، انواع مفیده هم داره، میتواند که از کناهای نباتی به صلاح تغذیه کنه و یک قسمت از ترپس ها به صلاح نشه به جمله پرادیتور ها یا شکاری ها به شمار میروند. فلاز ترپس گندم و ترپس پیاز از جمله به اصطلاح اینا خود اشرات از این ردیف است، ردیف تایسونپترا که های زحمیت است، میتواند بالای سبزیجات، غلات و نباتات سنتی به اصطلاح اینا خساره اقتصادی وارد نمایند. ترپس گندم که در فصل بهار به مشاهده میرسد، بر اولین بار در شروع فصل بهار حشرات ریز سرخ رنگ در لابلای دانه های غلاف خوشه گندم که هنوز سبز است و دانه گندم به شیره رفته دیده می شود، که در واقع پوره های ترپس یا بال ریشکدار گندم است که خوشه های مبتلا به این حشره ابتدا کوتاه مانده و پیچیدگی پیدا می کند. محصلین گرامی، بهترین راه حل تشخیص ترپس همی است که ما خود سنبلا یا خوشه های گندم قسمت های مختلف از اون ببینیم و حشرات ریز به اصطلاح پوره های آسنای ریز از خود کوچک از ترپس است که به مشاهده میرسه که اینا میتونن با داخل نمودن خرطوم بخو از شیشه شیره نباتی استفاده کنه و در مجموع خوشه های مبتلا به این حشره ابتدا کوتاه مانده و بعدا پیچیدگی پیدا میکند، که راجع به علائم از اینو در سلایدهای بعدی خدمت شما خوبان بیشتر توضیح خواهد داده شد میشه. در ادامه میپردازیم به ارتباط خود حشره کامل ترپس گندم که در حدود 2 میلیمتر طول دارد و رنگ عمومیان قهوه‌ای تیره مایل به سیاه می باشد. ساق پاها و پنجه های آن و قسمت از شاخه کار روشن‌تر هستند و طول سر آنها کمی بیشتر از پشت سینه اول آن می باشد و طول سر آن بیشتر از عرض آن می باشد و بالهای ریشکدار بوده و پوره های آن سرخ رنگ، فقط سر و پا و حلقه آخر شکم آنها سیاه می باشد. طوری که شما در تصویر مشاهده می کنید علائم خود ترپس است به صلاح ترپس گندم که رنگ های متنوع نظر به نوع میزبان می تونه که برای خود اختیار کند. دارای تخمریزی نسبتا طولانی و در حدود 25 تا 30 روز به طول می انجامد و دوره رشد جنینی 2 تا 3 روز در بر گرفته و حشرات کوچک و سرخ رنگ آفت از شیره دانه های نرم گندم تغذیه کرده و خرطوم خود را در داخل دانه گندم نموده و از شیره آن تغذیه می کند. و این قسمت شما علائم خود سپتوم یا علائم خساره ترپس را مشاهده می کنید. به داخل نمودن خود خرطوم به خود باعث شده که کیفیت غله پایین بیه و در مجموع خوشه ها شبیه به علامت سرمازدگی یا به علامت نیماتود میمونه که در سلاید بعدی پیرامون این موضوع اشاره خواهد شد. بعد از اینکه از شیره نباتی تغذیه میکنه، سبب چروکیدگی خود خوشه شده و رشد آن متوقف میسازد،
که در هنگام تشکیل خوشهای گندم جمعیت این آفت نیز افزایش پیدا می کند. علائم خسارت روی برگ و پیچیدگی و ایجاد لکای نقره‌ای بوده و روی سنبله یا خوشه گندم نیز طول خوشه کوتاه و کج و یا نوک خوشه تا قسمت سفید می گردد. که شما مشاهده می کنید دقیقا در تصویر تا حدود شبیه به علائم سرمازدگی گندم همچنین می تونه که ترپس به اصطلاح خساره از او به خود اختیار کنند. در ادامه باز همی پردازیم به ارتباط ترپس. طول خوشهای آلوده کوتاه و شکل آنها کج و نوک خوشها سفید و تا حدود شباهت به علائم اخزدگی دارد. خساره این آفت ممکن است با خساره نیماتود گندم یعنی انگونیا تریتیسی اشتباه شود. محسنین گرامی، شما به اصطلاح در مزامین امراض نباتات مزری به اصطلاح در سمستر بعدی خواهید خواند که انگونیا تریتیسی یکی از نیماتودهای مهم به اصطلاح غلات است که علاوه خصوص در روی گندم میتواند که خساره اقتصادی برسانه و ای علائم به علائم به اصطلاح با ای علائم خود انگونیا تریتیسی اشتباه میتونه که با هم میکس و مخلوط شود. دوره زندگی آفت پس از مرحله تخم تا حشره کامل بین 30 تا 40 روز طول می کشد. حشرات کامل صبح ها موقعی که درجه حرارت هوا پایین است در جاهای محفوظ به سر می برند و موقعی که درجه حرارت هوا بالا آمد و هوا گرم شد روی برگا دیده می شود. هر قدر که هوا گرم می شود به همان اندازه تعداد جمعیت آفت روی گندم بیشتر به مشاهده می رسد. بیانگر این امر است که حشرات بالغ از پناهگاه زمستانی در حال خارج شدن است. مسئله گرامی، خود عشره ترپس که از طرف صبح زود در پناهگاه ها محفوظ است تا اینکه درجه حرارت بعد ماکزیموم میرسه، یعنی بعد عظیمی یا درجه حرارت بالا میره، مثلا بین ساعت 11 تا 2 زور شما میتونید که تجمع خود پورهای مختلف ترپس بالای گندم مشاهده کنید. کنترل همه جانبه ترپس گندم از بس چی قرار است؟ ابتدا قلب نمودن خود قلب نمودن عمیق زمین حدود 90% ترپسار میتونه در داخل خاک و مزرعه زمستان گذرانی که میکنن از بین بباره. یعنی شدیار نمودن و قلب نمودن خود عمیق زمین باز هم تاثیرات منفی 90% میتونه جمعیت خود از یه شرر تقلیل داد. از بین بردن الفای هرزه مزارع مخصوصا نباتات و فامیل گندمی ها توصیه میشود که در حقیقت خود علفهای هرزه طوری که در جلسات قبلی هم ما اشاره کردیم میتوند پناهگاه برای اکثر پتوژن های نباتی از جمله قارچ ها، باکتری ها و همچنین حشرات باشد. فلازو از بین بردن علفهای هرزه در تقلیل جمعیت از حشرات ما رو یاری میکنه. برای تصمیم گیری درباره اینکه چی زمانه و در چی تراکم از ترپس باید از طریق کنترل کیمیایی استفاده کرد، اوسط تعداد نوزادها در یک خوشه به شکل تصادفی ارقام برداری شود. دقیقا وقتی که ما میخواییم کنترل کیمیاوی را انجام بدیم باید به طریق راندومایز یا تصادفی به اصطلاح یک سایه بگیریم و او میزان و میزان کاهش محصول هر نقطه‌ای که از موجودیت آفت ارقام گرفته شده محاسبه و قیمت محصول خساره دیده با مصارف دوپاشی مقایسه گردد. اگر کاملا اقتصادی بود میتوان دوپاشی نبود. باید توجه نمود که با یک بار دوپاشی هر اندازه که کار انجام شده باشد همه ترپسو از بین نخواهد رفت و لذا باز هم کاهش محصول خواهیم داشت. خوبان گرامی، دقیقا موضوع ETL و EIL است، یعنی Economic Injury Level و Economic Threshold Level که در جلسات قبلی پیرامون از این موضوع ما مفصل صحبت کردیم. یعنی باید یک بیلانس یا توازن شد و ما باید مسائل اقتصادی رو مد نظر بگیریم که آیا مقدار دوپاشی و حساب ایجاب میکنه. هرچند خود ترپس خوشبختانه در ولایت هرات روی قله گندم یا دانه گندم به اصطلاح خسارت از این بسیار به ندرت گزارش شده است و از جمله حشرات است که بالای گندم خسارت آنچنانی به اصطلاح تاثیرگذار نیه. روی این موضوع مصارف دوپاشی دومی را نیز باید در نظر گرفت. با تطبیق ادویجات کیمیایی موجودات حشرات مفید و محیط زیست را نیز در نظر گرفته شود. در مناطقی که علیه کفشک گندم دوپاشی می شود حتی در صورت بالا بودن تراکم ترپس ضرورت به دوپاشی نمی باشد، چون که ظاهر شدن حشرات کامل و سپس نوزادها با موقع کنترل کفشک گندم مصادف است. فلهازا در جاهایی که خود کفشک گندم شیوع میکنه وقتی که بروی از اونا دوپاشی صورت میگیره در صورتی که تراکم ترپس هم زیاد باشه، چون این هر دو همزمان و در این حال
به اصطلاح شیوع میکنه، فلازا میتونه که مصادف باشه و نیاز به دواپاشی جداگانه علیه ترپسا نیاز نیست. عنوان تاپیک بعدی محسن گرامی پیرامون خود شب شک سبز غلات است که از آردر هوموپترا و فامیل افیتیدیه تحت عنوان نام علمی از است به حساب ماکروسیفوم گرامینیوم. ماکروسیفوم گرامینیوم یک از شب شک های است که شما در تصاویر مشاهده میکنین. اینا میتونن که خساره به اصطلاح علائم تولید کنن و با تولید ماده لزجی و چسبناک باز هم مانع تشکیل فتوسنتز، مانع تشکیل کلروفیل چه رو همین موضوع های اهمیت است برای مطالعه و بررسی. پیش از اینکه به ارتباط از این موضوع بپردازم میخوایم که یک موضوع محسنین گرامی اشاره کنم که شبشکای نباتی از نگاه اهمیت اقتصادی از جمله آفات مهم به شمار میره. این حشرات با مکیدن خود عصاره نبات میزبان ضعیف ساخته و به اصطلاح بر حمله آفات بعدی مساعد می سازند. شهده که توسط از این حشرات ترشح می گردد در یک طرف باعث کاهش رشد نباتات گردیده و طرف دیگر زمینه بر نموی یک عده قارچ ها مساعد می سازند. دقیقا شما وقتی که کتلی از اینا رو مشاهده میکنین یک نوع شهد تولید میکنن به اصطلاح که باعث رشد و نموی قارچ ها میشن، همچنان با چسبناک ساختن نباتات عملیات زراعتی به مشکل مواجه میسازد. برخی از شبشکا با ترشح مواد زهری به داخل میزبان سبب بروز بعض علائم شبیه به امراض گردیده و یا بعضا تشکیل باغ مهار میکنه. ناگفته نماند که خود شبشکای نباتی محسنین گرامی اینا از جمله ناقلین امراض ویروسی هم میباشند. خب میپردازیم در این قسمت به ارتباط شبشک سبز غلات. این حشره سراسر در سراسر کشور به اسلام موجود است، ولی در هلمند، قندهار و مناطق شمال جمعیت آن زیاد و در اثر و اینا اثر بالای گندم خساره سنگین رو بار میارند. حشره متذکره در اکثر ممالک اروپایی، آمریکایی و آسیایی گزارش داده شده است. در مزارع آفت‌زده گندم بعض سالها خساره آفت به 25% میرسد. در مزارع گندم و نباتات مشابه در شروع حمله نباتات مرده در نقاط دایروی که چندین قطر داشته و در اخیر زمستان و اوایل بهار ظاهر می شود. بعدا در اثر انتشارات آفت از نقاط متذکره و هم پیوسته و وسط از اونو زیاد می شود. موقع تغذیه حشر متذکره سلایوا یا همان مواد زهری به اصطلاح که داره مواد زهری بوده به انساج تزریق می نماید. مثلا گرامی در هنگام ثبت این پرزنتیشن با اصطلاح یک سری کلمات درج نشده که در پرزنتیشن خدمت شما تحصیل می شود و اختیار شما خوب آن قرار داده می شود. بعد اینکه خود سلایوا یا همان مواد زهری در انساج از طریق شبشکای نباتی تزریق شد، در حقیقت اینا باعث کمرنگی نبات میشه و تخریب انساج رو در بر دارن. نقاطی که مورد حمله از آفت قرار میگیره در مرکز دارای نباتات مرده و نسواری رنگ میباشن و اطراف آن دارای نباتات دارای رنگ زرد روشن احاطه میشه که هنگام بهار وقتی که شرایط اقلیمی مساعد میشه شره به سرعت تکثیر و انتشار نموده و در نتیجه تمام محصول مزرعه تلف میکنند. حشرات متذکره طوری که قبلا هم اشاره شد عامل انتقال امراض ویروسی بوده و ویروسی نباتات نیز بوده که از جمله مرض زردی قدکوتای جو و موزاییک نیشکر رو میتوان نام برد. و شما در تصویر مشاهده میکنین که شبوشکای سبز غلات مورد حمله قرار داده و باعث به حساب ایجاد رنگ پریدگی و به انتقال امراض ویروسی و همچنین مواد چسبناکی که اینو در سطح خود انساج و در سطح خود سرفیس یا سطح برق تولید میکنن باعث رشد بعض پاتوژن ها مانند قارچ ها نیز میگردن. مشخصات این حشرات دارای رنگ سبز است و بدن از اینا نرمند طوری که شما در تصویر مشاهده میکنین و اکثرا در جمعیت حشرات بالدار و بیبال جنس ماده موجود میباشد. افراد فاقد بال دارای طول 2 میلیمتر و رنگ سبز تیره بوده و شاخک طویل سیاه رنگ و در دو جانب انتهایی شکم دو ساختمان باریک رشته مانند سیاه رنگ مشاهده می شود. افراد بالدار دارای عین جسامت و رنگ می باشد. حاشیه جانبی سینه دارای رنگ سیاه تیره و افراد نو بالدار و از نگاه رنگ شبیه به افراد ماده ولی جسمان خوردترن و تخما شکل گرده مانند در بخو می گیرن. محسنین گرامی تصاویری که شما مشاهده میکنید از حمله خود شبوشکا بالای نباتات یا غلات است
که به اصطلاح رنگ از اینا نظر به نو میزبان و تغذیه از اینا فرق میکنه، طور که بیشتر هم اشاره شد دارای رنگ سبز و بدن نرم میباشن. دوران حیات زی حشره متذکره اصلا در مرحله کامل یا نوزاد زمستان گذرانی می نماید، ولی یک گده محدود این موسوم را مرحله تخم سپری می نماید. برای نباتاتی که قوی و سرعت رشد نموده به خصوص یولاف، جودر و یا گندم پیدا می شود. افرادی که زمستان گذرانی می نماید تماما جنس ماده و فاقد بال بوده و در بهار هنگامی که تولید می شود شاید بعدا بالدار یا بیبال باشند. خوبان گرامی، شما در این قسمت به اصطلاح تصاویر مختلف از شبشک های نباتی مشاهده میکنید، چنانچه که یلو شوگر کنفید یا خود شبشک زرد نیشکر است به اصطلاح، و یک دیگر از شبشک هایست که خود گرین یا غلات مورد حمله قرار میده، و همچنین بخش یولافر و همچنین بخش جواریر. شبشک ها نظر به نوع تغذیه اندام های از اینا و رنگ از اینا طوری که قبلا هم گفتیم به اصطلاح اینا متفاوته. در آخرین تاپیک میپردازم به ارتباط شبشک روسی گندم یا روشین وید افیت. منطقه اصلی پیدایش شبشک روسی گندم ناحیه قفقاز است و کشورهای آسیای میانه از همین سبب به نام شبشک روسی گندم یاد میگردند. این شبشک ها در بیشتر کشورهای حوزه مدیترانه که شامل افغانستان، ایران، تاجیکستان، شمال چین و بعض از نقاط دیگر جهان انتشار دارد. اینا میتونن علاوه بر گندم، جو، جواری و عده دیگر از علف های ارزی گرامی نفع فعالیت دارد. آفت روی برگا تغذیه نموده و باعث لوله شدن برگا میگردد و نهایتا باعث ضعف نبات و کاهش محصول میشود و این حشره خصوصا در شرایط خشک خسارات بیشتر وارد میکند و خسارات آن در دنیا 35% برآورده شده یا گزارش داده شده است. بر اثر حمله این حشره نوارهای سفید و یا زرد روشن روی برگا ظاهر میگردد و خوش ها خمیده می شود. خوبان گرامی، طور که شما در تصویر مشاهده می کنید نوار سفید رنگ به اصطلاح که در حقیقت بیانگر از حمله خود شبوشکاستور که بیشتر هم یادآوری کردیم با ترشوی معادل زی زمینه برای رشد قارچ ها، همچنین اینا می تونن که مهیا بسازن و همچنین تصویر سمت چپ روشین ویت افید یا خود شبشک سبز روسی گندم شما مشاهده می کنید. به علت لوله شدن برگ تماس خود حشره با سموم یا با آفتکش ها کمتر میشه و از طرف پارازیت ها و شکاری ها کمتر موفق میگردن. این حشرات ناقل مرض زردی ویروسی نیز میشوند و مخصوصا ویروس کتولگی زرد جو و مریضی زردی گندم و جاور میتونن که اینا انتقال بدن. حشرات کامل کوچک به رنگ سبز پریده و حدودا 2 میلیمتر طول دارد. خوبان گرامی، طوره که پیشتر در سلاید قبلی ذکر شد شبشک سبز غلات توانه انتقال دو نوع ویروس رو داشت، نیشکر و زردی کتولگی به اصطلاح. اینا هم میتونن که کتولگی زردی جو و مریضی زردی گندم به اصطلاح گندم جاور انتقال بدن. کنترل همه جانبه خود شبشک های گندم یا Integrated Pest Management یا کنترل IPM بخش شبشک ها از چی قرار است؟ برای جلوگیری از خساره این حشرات طریق های متعدد زراعتی رو میتوان به کار برد که آنها عبارتند از الف تخریب نباتات خود رو در موسم خزان و تابستان. در یک سری نباتات هستن به اصطلاح که میزبان های از این هست که تخم گذاری انتخاب میکنن، تخریب آنها بازم که باعث کاهش تقلیل جمعیت از حشرات میشه و همچنین به کار بردن نباتات قوی و انواع مقاوم تا در اثر حمله شبشک کمتر خسارمند شده و نظر به نباتات ضعیف زیاد حاصل دارد. در قسمت سوم یا بخش جیم عملیات زراعتی از قبیل تهیه درست زمین، کشت انواع مناسب و تخم خوب، پاروی دادن در جای ضرورت باشد، تنظیم رطوبت کافی خاک و تناوب مناسب نباتات فصلی شبشک مذکور جو، یولاف، گندومر که در تناوب به تعقیب باجده در موسوم خزان کشت میشن شدیداً خساره میسازند. در حالی که اگر نباتات متذکره به تعقیب سویابین، جواری یا گندم بذره گردد خساره شبشک ها خیلی کم خواهد بود. تهیه زیاد نایتروژن برای گندم و نباتات مشابه چی از طریق استعمال کود کیمیاوی و چی از طریق تناوب با حبوبات تعداد شبشک ها و خساره آن را تقلیل میبخشد. شبشک مذکور دارای دشمنان طبیعی متعدد بوده و جمله شیر شبشک ها، زنبور های کوچک پرازیتی، فالبینک ها و دیگر حشراتی که از شبشک ها تغذیه می نوند از ازدیاد جمعیت آفت جلوگیری می نوند.
انا گفتم اون اتوماسین گرامی در قسمت کنترل بیولوژیکی شما مطالعه کردید که در جلسات قبلی شیر شبوشکا، زنبورای کوچک، فالبینکا یا لیدی بیتل یا کفتوزکا میتونن شبوشکار به روزانه 50 تا 60 عدد از اونها نوش جان کنن و بهترین راه حل برای در قسمت کنترل بیولوژیکی در صورتی که در مزاره فالبینکا تعداد زیاد باشه در قسمت پایین آوردن یا ال یا اکانومی گنجوری لول مار کمک میکنه. در صورت که عملیات زراعتی و دشمنان طبیعی نتوانند از خسار آفت جلوگیری نمایند، دیاقین میتوانند با استعمال از عشر کوشهای طور مؤثر از آفت جلوگیری نمایند. برای نتیجه بهتر در شروع علائم خساره باید از عشر کوشهای استفاده نمود. در زمان آن در مناطق گرم و سرد متغیر است. به طور مثال علائم خساره طور معمول در مناطق گرم در اوایل بهار، در مناطق سرد و در اوایل تابستان ظاهر می شود. برای جلوگیری از آفت مذکور اشرکش های ما از قبیل سوین کارباریل، دلتامترین، دیازینون، هر یک از اشرکش های تماسی و تدخینی رو ما میتونیم که استفاده نموده و دوره کارنس رو باید در نظر داشته باشیم. محصولین گرمی دوره کارنس هم همانا آخرین سن پاشی الا برداشت محصول می شود. یعنی حداقل باید 10 الا 15 روز فاصله باشه به خاطر از اینکه سموم اگر سیستومیک باشن در خود اندامهای مختلف نباتات در زمان رفع حاصل از او در استور یا ذخیره خانه میمانه و باعث نتایج ناگوار منفی بالا انسان ها و حیوانات میتواند که در بر داشته باشه. فلازا استفاده هر یک از اشهر کشا مانند سوین کارباریل، دلتامترین و یا دیازینون، دپترکس در صورت که هر کدام از این دارید با در نظر داشت و مشوره کارشناسان بخش حفاظ نباتات شما میتونید که مقدار دوز استفاده از زور به کار ببرین. در صورتی که سایر عملیات هم که در سلایدهای قبلی اشاره شد شما میتونید که استفاده کنین و برای تقلیل جمعیت و حفظ محیط زیست و تقلیل جمعیت از شبشکا و جلوگیری از خساره اقتصادی از به اصطلاح دست به کار شوین. خوبان گرامی، رسیدیم به پایان جلسه هفتم. تا دیدار بعد، بدرود. همگی شما بزرگوارار به الله پاک میسپارم. آرزومندم که صحت و سعادتمند باشین و از شر ویروس کرونا در امان باشین. میخواین که ما در آخر باز هم یک پیام افسوسی داشته باشم، اوی که استفاده از سبزیجات و میوه‌جات که در ترکیب خود ویتامین سی داره، قرنطین و یا ماندن در خانه خیش و از ضدعفونی دستا با آب و صابون به مدت حداقل 20 ثانیه باعث مسئولیت و سلامتی خود و فامیل محترم خود شوید. تا دیدار بعد، بدرود. همگی شما بزرگوار را به الله پاک میسپارم. شاد و موفق، سرفراز و کامگار باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.